هم اوپن تو پابلیک دوستان وقت بگیرن و پرسش‌هاشون رو طرح بکنن. امیدوارم که گفتگوی سودمندی داشته باشیم و تکمیله بحث صبحمون باشه. من فقط چون احیاناً عزیزان هم صبح معرفی چندان نشدن به اختصار عرض میکنم. خانم دکتر فروغ جهانبخش که توفیق داشته این روز در خدمتشون هستیم، استاد مطالعات ادیان و دینشناسی دانشگاه کوینز کانادا هستند. آقای دکتر حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر حوزه‌های جامعه شناختی که با رسانه‌های متعددی کار کردند و آثار مختلفی در این باب ازشون در مورد مصاحبه و مقاله منتشر شده و آقای دکتر سروش هم که نیازی به معرفی ندارند. من سوال رو ابتداعاً یک سوال از خانم دکتر طرح می‌کنم و بعد از آقای دکتر قاضیان و از آقای دکتر سروش و پس از آن انشاءالله دوستان هم وارد گفتگو میشن. خانم دکتر اشاره فرمودید به بحث در باب خشونت و زمینه اون در ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی، توضیحات مبسوطی هم راجع به مؤلفه های بنیادگرایی دینی اشارت فرمودید. یه جا در فرمایشاتون چند جا راجع به سنتگرایی هم اشاره کردید. اگر نسبت میان سنتگرایی و بنیادگرایی رو توضیح بیشتر بدید و از منظر خودتون با این صورت بندی که من میکنم ببینید تا چه میزان همدلی ممنون میشویم. سنتگرایی ها یعنی کسانی که تردیشنالیستن به نوعی خانش سلکتی و سنت دینی میکنن و در این حال دلی در گروه شکوه از دست رفته تمدن اسلامی فی المثل در ذیل کانتکست اسلامی دارن. اما بنیادگرایان درسته که چنینن، در این حال خانششون خانش سلکتی وگر هست، ولی تفاوتشون با سنتگرایان این است که سنتگرایان بخشی از سنت دینی رو میبینن، یعنی به تاریخ اسلام کاری ندارن و فی المثل به بخشهایی از حکمت و فلسفه و عرفان اسلامی کار دارن. اگر کسانی چون شوان، سید حسین نصر، رنه گنون رو ترادیشنالیست ها بدانید. در مقابل بنیادگرایان لیترال میبینن تکست رو و مکانیکال تکست رو میخوانند، ولی سویه های باطنی و ازوتریک به نظر میاد که برای ترادیشنالیست ها پررنگ تره. اگه در این با توضیح بفرمایید و بعد احیانا اگر تفاوتی میان ترادیشنالیسم ها در سنن مختلف، یعنی ترادیشنالیسم اسلامی، ترادیشنالیسم مسیحی و ترادیشنالیسم یهودی، این تفاوت اگه میان این ترادیشنالیسم های مختلف هم هست اگر بفرمایید ممنون میشیم. و در همین راستا راهکاری هم، حالا گزارش تاریخی خیلی سودمندی بود در چهار مرحله اشاره فرمودید، احیانا معطوف به این که در وضعیت کرونی راهکاری هم برای اینکه از این بنیادگرایی ما خلاصی پیدا بکنیم اگر چیزی هست مد نظرتون بفرمایید. دو تا سوال شد. خدمت دوستان سلام مجدد و خسته نباشید. عرض بکنم در باره رابطه یا تشابهات و تفاوت‌های سنت‌گرایان با بنیادگرایان آقای دکتر قاضیان در این با خیلی راهگشا بود و واقعاً بهشون عرض کردم. من خوشحال شدم از اینکه این بحث رو شما شکافتید و تفاوت اونها رو فرمودید. من در یک جمله مختصر خدمتتون عرض بکنم، هر دو درستی که به دفاع از سنت می‌پردازند، ولی اولا تعریف سنت برای هر کدوم از اونها متفاوت هست. همونطور که شما گفتید به عبارتی هر دو خانش‌های گزینشی دارند از بخش‌ها یا عناصر مختلف سنت. منطقه اون چیزی که مهم هست دو عنصره، یکی انگیزه دفاع از این سنت و مطرح کردن اون سنتی که بهش ارجاع میدن، یکی هم نحوه دفاع کردن با هست. همونطور که به طور مختصر اشاره کردم در گفتگو، سنت‌گرایان همیشه در بطن اون سنت زندگی کردن و اصلا شاید آگاه هم نباشن از اینکه سنت‌گرا هستن،
اغلب مؤمنان، اغلب حالا چه مؤمنان از اهل باشند یا ایرانی ها یا عربانی ها، همیشه با اون سنت زندگی کردن. عموم مردم توجهی به این تقسیم بندی هایی که اهل فن می کنند ندارن و سنت براشون همون روالیست که باش زندگی کردن تو از بیدارشون ارث بردن. ولی این بحثی که ما داری میکنیم، البته شما هم در مقابل اینکه بنیادگرایان گزینشی عمل میکنن، شما مثلا مثال های برجسته که آقای نصر و شما و دیگران رو مطرحی کنید، در هر حال هدف و انگیزه دفاع از سنت در سنت گرایانی که فعال هم هستند به این صورت، باز بنیادگرایان انگیزه دفاع فرق داره، شیده دفاع فرق داره و اینکه بنیادگرایان همونطور که عرض کردم در دل از دل سنت، از خاک یک فرهنگی سنتمداری و سنتداری برمیخیزن. ولی مهمترین چیز اینه که توجهی به حضور غیر دارن. سنتگرایان لزوما توجهی به حضور غیر ندارن، فقط خودشون رو میبینن و اگر هم به دفاع از سنت بپردازن، باز هم فقط دفاع از خودشون میکنن. خیلی در باره غیر، حالا اگر هم بعضی از این عزیزان ارجاع میدن اینها، فکر میکنم اینم باز به خاطر فشارهای بیرونی که به افراد بحثهای غرب و اینها مطرح شده. بعد نحوه گزینش هم متفاوت هست. اون بنیادگرایان عناصری از متن ندیم، همون چهار منظری که گفتم میشه بهش خشونت دینی نگاه کرد، هم از متن دین گزینشی، از متون دینی یعنی کتابهای مقدس گزینشی استفاده میکنن، هم از مراسم و شعائر و آداب و رسوم ها اینطور استفاده میکنن، حتی از سمبول ها. ولی سنتگرایان حالا در این دوران معاصر و در این دوران مدرن که خیلی همه چیز بعد از این سکولاریسم و اینها آمدن، در بهترین وجهش اگر اونها هم میخوان در مقابل فرهنگ وارداتی غرب دفاع بکنن، فقط به زمان اوج و شوکت و قدرت و جلوه های قدرت اسلامی میپردازن و اون رو در واقع گلوریفای میکنن و اتفاقا به نظر من کاری که اونها میکنن خودش به طور غیر مستقیم آب به آتیش ریختن، آب به آسیاب اون بنیادگرایان ریختنه، برای اینکه اینقدر به شدت در این هویت دمیدن که ما مسلمانانی هستیم که این قدرت داشتیم، ما مسلمانانی هستیم که از کجا تا کجا کاخ ها برافراشتیم، علم و علومی در کف اختیار ما بوده، اینها دقیقا تغذیه برای خوراک های ایدئولوژی و بنیادگرایان هست. یعنی اینها به همدیگه کمک میکنن و یک همپوشانی خواهند داشت. ولی در هر حال از نظر من یکی انگیزه شون متفاوته، یکی نحوه عملشون. بنیادگرایان به خاطر اینکه اون دشمن رو تعیین میکنن و به خاطر همون مسئله که باز آقای دکتر قاضیان خیلی قشنگ این رو هم باز کردن، به خاطر اینکه در یک جنگ نابرابری هست. شما وقتی که این سویسزاید بامرا رو مطالعه میکنید، از میان 600-700 تا از اینها وقتی مطالعه شده، اینها نه اینکه خیال کنید آدم های بی سواد یا مثلا خیلی معذرت میخوام احمقایی هستن که میرن این کار میکنن، نه، وقتی که دیگه دستشون به جایی نمیرسه، از سخت‌ترین و آسون‌ترین شیوه نظامی، یعنی از جان خودش و بدن خودش مایه گذاشتن که تأثیر زیادی هم در جامعه خواهد داشت، استفاده میکنه. اینه که اینها دست به یک همچین کارهایی میزنن، ولی سنت‌گرایان نه، اونها خیلی ملایم و آهسته عمل میکنن، از این گونه حرکت ها نمیکنن. تفاوتشون به نظر من پس این شد. سوال اول جواب بدم؟ بله. سوال دوم، شما فرمودید که ترادیشنالیزم در هر یکی از این ادیان به چه صورت هست؟ خب این البته بحث بسیار مستوفایی رو میطلبه، ولی مخصوصا به نظر من اگر ما میخواییم که شناخت بهتری پیدا بکنیم از این چیزی که بر ما مسلمان ها میده، در بین ادیان ابراهیمی
قریبترین و نزدیکترین تجربه به ما تجربه یهودیت، برعکس این که ما همیشه به خاطر اینکه با غرب مواجه بودیم و با مسیحیت همیشه سعی کردیم که الگوهای مدرنیسم اون رو از اونها بگیریم، حتی الگوهای تجربه مدرنیسم دینی رو هم سعی کردیم از پروتستان‌های مسیحی بگیریم، در حالی که اگر که ما به تحولات دین یهودی توجه بکنیم، مطالعه بکنیم که جاش بسیار در میان ما خالی هست، میبینیم که اونها تجربه و دورانی بسیار مشابه ما رو اثر گذاروندن. دین یهودی به خاطر اینکه دین قانونگراست، فقه داره، لا داره، شریعت داره، خیلی با ما نزدیکه و البته سنت های دیگر فلسفی هم که دست در دست کلامش داره، کلام اون به کلام ما نزدیکتر هست و غیر مزالک. شما اگر که این بنیادگرایی ها و یا سنتگرایی ها رو در دین یهودیت نگاه بکنید، الان اونها خودشون چند فرقه هستن. اون اولترا ارتادوکس ها همشون لزوماً بنیادگرا نیستن، بعضیشون بنیادگرا هستن که اهداف سیاسی دارن و اون آرمان رو میخوان که سلطه سیاسی و اون عرض موجود به طور کامل و جامعش پیدا بکنن، حالا به هر وسیله ای شده. ولی سنتگرایان بله، در حال عامل مشابه در دین سنتگرایان مخصوصا بین یهود و اسلام اینه که شیوه ها و تفسیرهای سنتی از اون قوانین رو زنده نگه میدارن. مثلا اگر شما در بخش های یهودی نشین مونتریال و یا تورنتو شاید بگردید، از نحوه لباس پوشیدن اون یهودیان ارتدوکس متوجه میشید. حتی کنیسه های ارتدوکس هنوز جدایی زن و مرد موقع نشستن رو بعضیشون رعایت میکنن، همشون بعضی ها بهتر شدن ولی عمدتا اگر که خیلی ارتدوکس باشن رعایت میکنن. اجرای همون دستورهای دینی برای مراسم به رسمیت شناختن بلوغ مثل بار میتسوا و بات میتسوا اینها رو ادامه میدن همچنان، و مهمتر این که تفسیرهای سنتی دینی رو برمیگیرن، درست مثل مسلمان ها وقتی که سنت گرایی میکنن به اون تفسیرها و به حفظ و قوانین و ظاهر دین میپردازن. در واقع این مسیح هم فرقه تا فرقه فرق میکنه، همونطور که گفتم بنیادگرایی پروتستان یا برای پروتستان ها سنتشون باز در دنومینیشن های مختلف متفاوته، ولی در واقع سنتی است که از زمان لوتر و از روشنگری بهشون رسیده. برای کاتولیک ها دقیقا سنت و سنتگرایی پایبندی به قوانین و دستورات واتیکان هست به طور عام، و برای بنیادگرایان اون سنت ما قبل واتیکان دو. راهکارها برای اینکه بتونیم جلوی این بنیادگرایی ها رو بگیریم یا از شدت اونها کم بشه، مسئله به این راحتی به نظر من نیست و اینکه آنها میشه یک راهی ارائه داد، چون سعی ما برای این بود سعی من برای این بود که نشون بدم که این وجهه از دین ها در دنیای مدرن با بسیاری از عامل های دیگه، عوامل سیاسی، اقتصادی، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، جهانی شدن، استعمار، پس استعمار و انواع و اقسام گره خورده. بنابراین یک راه دینی و یک نسخه واحدی نمیشه پیچید اولا، و مخصوصا یک انتظار این داشته باشیم که یک نسخه دینی بپیچیم برای اینکه خشونت های دینی برچیده بشه، اون هم کار ناسوابی است و اصلا ناشدنی برای اینکه به عوامل دیگری پرداخته. تنها چیزی که من میتونم بگم، هنوز فرصت دارم توضیح بدم. بله، ببینید این بحث هست که آیا سرانجام این بنیادگرایان به کجا میرسه؟ یعنی من سوال شما از این منظر اگر بخوام بپردازم، بحث ها زیاده. اولا اینکه اگر اینها موفق بشن و قدرت به دست بگیرن، زمان انقلاب کردن و به هم ریختن و تفریق و اینها یک مسئله است، ولی به محض اینکه به وارد قدرت بشن و قدرت به دست بگیرن، باید با قوانین زمانه و با قوانین موجود زندگی کنند. و
بنابراین ناچار خواهند شد که از درون سازش بکنند با بعضی از عواملی که حتی خودشون علیه اونها به قیام برخواسته بودند، مخصوصا در کل جامعه جهانی و مسائل سیاسی امروزه نمیتونن. اگر بخوان در داخل کشورهای خودشون هم اگر قدرت به دست بگیرن، اگر بخوان مشروعیت و سلطهشون رو حفظ بکنن، باید تمام مردم و تمام اکثریت مردم رو راضی نگه دارن، یعنی به طور غیر مستقیمی تمهید نوع دموکراسی خواهند داد. در این پروسه دموکراسی ها مسئله رقابت پیش میاد و وقتی مسئله رقابت پیش میاد برای اینکه بیشترین جذب رو از بدن به جامعه داشته باشن، باز هم مجبور هستند که از بعضی از اصول خودشون کوتاه بیان تا بتونن عناصر دیگری بیشتری رو جذب کنن. پس بنابراین هم عنصر داخلی هم عنصر بیرونی سبب میشه یه نوع تحلیل بردن این گروه های بنیادگرا در درون هست. از منظر دینی به نظر میرسه که تقویت جنبش های اصلاحی دینی و در واقع تو پخش کردن و توضیح کردن گفتمان اصلاح طلبی انتقادی، نه اینکه فقط بیاییم و اصلاح بکنیم، اصلاح طلبی دینی، حالا فرصتی باشه با صحبت هایی میشه و دوستان هم همی مطلع هستن، دیگران را میتونن که باشیم اینجا تشریف دارن. اصلاح طلبی دینی فقط این نیست که بگه ما بعضی چیزها رو درست میکنیم و اصلاح میکنیم. اصلاح طلبی دینی یک عنصرش نقد جدی به سنت و نقد جدی به بیرون سنته، یعنی در یک جایی ایستاده و که هر دو وجه رو نقد میکنه و بعد میگه که باید در این چالش ها باید این راه حل ها رو ارائه بدیم. بنابراین از حد شعار دوما فراتر میره. اگر این گفتمان توضیح بشه، اگر این گفتمان در بدنه جامعه رسوخ پیدا بکنه، به تدریج و کم کم این خوب خریداری این ادعاهای آرمانگرایی و ایدئولوژی که بنیادگرایان به طور طبیعی در بین ملل مسلمان از بین خواهد رفت. یکی هم اینکه این خشونت‌های شدید و غلیظی که اینها انجام میدن در نهایت به ضرر خودشون هست. شما از جمله تعامل داعش رو ببینید، وقتی سرباز اردنی رو زنده زنده می‌سوزونن، در واقع نفرت تمام مسلمان‌ها رو علیه خودشون برمی‌آورن، حتی اونهایی که به گروه های سیاسی مربوط نباشند. پس این عوامل در تقلیل اون ها نقش دارد. ممنونم. سوال بعدی رو از دکتر قاضیان میپرسم. شما اشاره کردید به خشونت اسلامی و اثبات سنجی اون با فلسفه اسلامی یا مقولاتی از این دست و به پاری از احکام خشنی که حالا سو کالد در دیومه خشنی که در احکام فقهی آمده، مثل سنگسار رو پرت کردن از بالای بلندی و قطع عضو بعد توضیح دادید و پرسش رو اینچنین طرح کردید که چرا خشونت اسلامی اتفاق میفته و مسئله اینچنین حل نمیشه که ما تأکید بکنیم فی المثل که در فلان آیین یا بهمان دین هم این میزان از خشونت دیده میشه. بعد تفکیک میاد خشونت نوع اول و خشونت نوع دوم. حالا پرسش مشخصی که من دارم، تصورم این بود که نگاه پدیدارشناختی و به تعبیر خودتون پدیدارشناسانه و فنومنولوژیک در تحلیل شما خیلی پررنگه، به اصطلاح من نگاه دیسکریپتیو و توصیفی. من تصورم این بود که از کل فرمایشات شما از فقهای کلام اینجوری دریافتم که شأن معرفتی مسئله رو خیلی کمرنگ می‌بینید. این درسته؟ یعنی اگر قرار باشه که ما راهکاری بیاندیشیم، به تعبیر شما حالا خشونت نوع اول از میان رخت بربنده یا خشونت نوع اول دوم، اشاره به متن مقدس و تاریخ صدر اسلام اینا کردید، اما در مجموع بعد و وزن اندیشگی و به اصطلاح بازخوانی انتقادی این متون به نظرم آمد که در فهم شد شما کمرنگه. اگر این درسته، اون وقت بخواهم ببینم که فکر نمی کنید یه دیالکتیکی میان این دو برقرار باشه و ما سهم بعد اندیشگی، یعنی بدین معنا که به بازخوانی انتقادی سنت دینی و احیانا متن مقدس بدین معنا که احکامی که از آن برآمده، آیا رهگشا هست در این میان اگر این باشه، همچنین بازخوانی تاریخ صدر اسلام، یا بیشتر باید بریم سراغ اون سویه های
اجتماعی سیاسی و اینستیتوشنالایز شده و نهادینه شدن یا به تعبیر خودتون نگاه پدیدار شما. به یک معنی من حرف شما رو میپذیرم به این مفهوم که فکر میکنم که گاهی اوقات در طرح این موضوع سهم اندیشه بیش از اندازه قلمداد میشه یا اگر بیش از اندازه قلمداد نشه شاید به شیوه نادرستی طرح میشه. مثلا فرض بکنید شما الان در مورد موضوع وقتی داشتید با خانم جانبخش صحبت میکردید صحبت از سنتگرایی کرد و اینکه سنتگرایان کسانی مثلا مثل آقای دکتر نصر یا شوان امثال اینها، ولی وقتی مسئله رو در این قالب جلو میبرید گویی یه عده‌ای از جامعه هستن که تحت این عنوان دارن زندگی میکنن، یعنی با این تفکرات زندگی. نه، این تفکرات مال یه عده آدمه که تو کتاب‌ها نوشتن، ولی اونهایی که به نحو سنتی زندگی میکنن ممکن روحشون هم از آدمی به نام شوان با خبر نباشه، چه برسه به اینکه کتاب‌هاش رو خونده باشن، تحت اون عنوان خودشون رو معرفی بکنن، هویت خودشون رو در اون قالب بسته‌بندی بکنن و اصلا خودشون رو سنت‌گرا بدونن. اونها اساساً خود آگاهی به وضعی که ممکنه درش باشند ندارن. برای همین من گفتم که در نظر اینان و در زندگی اینان هر دو دین پاره‌ای از فرهنگ و وقتی فرهنگ هست یعنی در دوران اجتماعی شدن اینها رو می‌آموزن اینطوری باید زندگی کرد، حکم فلان چیز اینطوریه، اگر اون کار کردی درسته، اگر اون کار کردی غلطه و امثال اینا. اساساً از خودشون بیرون نمیان که نگاه کنن چیزی به نام سنت وجود داره و یه عده تحت عنوان نظری پردازی کردن اسمی رو روشن سنت گرایی، بعد به دنبال اون برن و زندگیشون اونطوری تنظیم کنن. یکی از دلایل مهمش اینه که آدما اصولاً اغلبشون با کتاب زندگی نمیکنن. آدما زندگی جاریشون رو دارن، ممکنه کتاب‌ها بخشی از منابع زندگی اونها باشه، یعنی زندگی خودشون گاهی اوقات با دانسته های خودشون در واقع پیش ببرن. خیلی از ملاحظات عملی مادی در کنار اون داشته های یا دانسته های فکری ممکنه تأثیر بذاره بر زندگی اونها و به میزانی که اونا از دانسته ها دور هستن تأثیر اون دانسته ها بر زندگیشون کمتر، دانسته هایی که بیرون از فرهنگشون یا در بالای فرهنگشون. بنابراین وقتی از کسانی صحبت میکنیم که خشونت نوع اول رو مرتکب میشن، یعنی زندگیشون به نحو سنتی جریان داره، اینا فرق دارن و اون کسانی که شما تحت عنوان سنت گرایان ردبندیشون میکنید و اونا یک نوع اندیشه رو دارن رهبری میکنن و حمایت میکنن و جلو میبرن و بنابراین نقد اون اندیشه ها لزوماً بر زندگی اون آدم ها و تغییر زندگی اون آدم ها تأثیر نمیذاره، چون زندگی اونها منشأش این آدم ها و نظری ها نیستن. اونها زندگی خودشون به عنوان بخش ارگانیکی از فرهنگی که درش زندگی کردن و درش بزرگ شدن و رشد نما کردن ادامه داره و به همون صورت هم زندگی میکنن تا روزی که خود آگاه بشن، از خود در بیان، بتونن وضعیت خودشون رو ببینن، مسئله هویت براشون جدی بشه. بنظرم به این ترتیب من فکر کنم اگر هم بخوایم به اندیشه جایی و مجالی بدیم جاش رو باید درست معرفی کنیم. من معتقدم اندیشه جای مهمی داره و اتفاقا بخشی از تلاشایی که باید برای مقابله با این خشونت به ویژه خشونت نوع دوم انجام بشه اتفاقا جنبه اندیشه میده، یعنی اون قسمتی که برمیگرده به بازسازی فکر دینی، تلاشی که با اقبال لاهوری به یک معنی شروع شده با این تعبیر و به این ترتیب در دوران اسلام این معاصر جریان داشته و نمایندگانی داره. من در خدمت یکی از نمایندگانشون در کنار دستم هستم، یعنی به هر حال جریانی که سعی میکنه نگاه دیگری، تفسیر دیگری، بازخوانی دیگری از سنت اسلامی، از متون اسلامی و حتی تاریخ اسلام به دست بده برای اینکه فهم دیگری از اسلام به میون بیاد که با جهان امروز سازگار باشه. این تلاش به نظر من تلاش مهمیه در سطح اندیشه، در حدی که اندیشه ممکن در زندگی کارساز باشه. به همین دلیل هم که من اغلب معتقدم هر روشنفکری دست کم در ایران باید روشنفکر دینی باشه. مقصودم از روشنفکر دینی بودن این نیست که مثلا تابع آقای دکتر سروش یا نظریات ایشون باشه یا خودش دیندار باشه و امثال اینا، بلکه به این معنی مهمه که دین رو جدی بگیره، بدون اینکه دین توی این جامعه با روی برگردوندن ازش و اینکه نگاهش نکنیم بگیم یه چیزای متحجر قدیمیه که به درد نمیخوره از بین خواهد رفت یا رو زندگی من تاثیر نمیذاره. این اتفاقی است که در مورد روشنفکرای سکولار قبل از انقلاب افتاد
اونا گمان نمی‌کردن که این چیز مهمی باشه. میگن دورش گذشته. حالا یه آدمی مثل شریعتی میاد یه چیزایی میگه برای خودش دلش خوشه، چهار نفر تو حسینی ارشاد دورش جمع میشن. نمیدونستن خب اون زیر داره یه انقلابی رخ میده، اتفاقا با همین دینی که شما دارید نادیدش میگیرید. نمیشه تو جامعه زندگی بکنید که از در و دیوارش دین میواره و اما شما به عنوان روشنفکر این جامعه این دین رو جدی نگیرید. این اتفاق افتاد و ما امروز 30 ساله که با این وضعیت روبرو هستیم. مارکس در 18 پرومر لوینا بوناپارت یه جمله‌ای داره که حالا البته من آیهش رو دقیقاً بلد نیستم، ولی یه ذره شبیه این چیزی که می‌خوام بگم نظر من هست. من کسی آیهش رو بلده بعدن دقیق بگه آیه می‌فهمه. بله دیگه از کنم چون یه ذره من تخطی بکنم از این نص متن مورد تعرض برای بنابراین اونجا حرف جالبی داره و میگه که رهایی به اصطلاح سیاسی متوقف است بر رهایی اجتماعی و رهایی اجتماعی متوقف است بر رهایی فکری. خب این حرف خیلی غیر مارکسیستیه، من برای همین با احتیاط بیان کردم، برای اینکه مارکس رو دگرگونه میکنه و برمیگردونه به مارکس جوان دست نوشته های اقتصادی اجتماعیش. و حرف دیگرش اینه که خب در جامعه که دین داره از سر و دیوار در و دیوار فکرش میباره، اولین وظیفه یه آدمی که میخواد اینجا در جستجوی رهایی هست در افتادن با دینه. بنابراین امروزه به این معنی هر روشنفکری در جامعه ما باید روشنفکر دینی باشه و با دین یه جوری در بیاد، حالا با تفسیر و بازخوانی و تغییر و اصلاح دین یا با نشون دادن بدیل‌هایی که زندگی بهتری رو فراهم می‌کنه. بنابراین من نقش اندیشه رو نه تنها جدی می‌گیرم بلکه فکر می‌کنم بسیار هم مهم هست، اما فکر نمی‌کنم که همه مسئله باشه. اندیشه فقط در اون حدی ممکنه اثر داشته باشه که تولید گفتمان‌های عمومی میکنه و اون میشه پاره‌ای از فرهنگ ما و اون وقت ممکنه از طریق فرهنگ به زندگی ما شکل بده و زندگی ما، اوضاع مادی ما رو و روابط ما رو دگرگون کنه و به این ترتیب تأثیر بده. بسیار خوب. فقط یه نکته عرض بکنم، اون که من گفتم ترادیشنالیست، بین ترادیشنال و ترادیشنالیست هم تفکیک میکنیم، یعنی دینداران سنتی هم که فرمودید اونا ترادیشنال هم، نه ترادیشنالیست که به تعبیر شما نصف بشناسن، دیمان بشناسن. مرادم اون اسکول و مکتب فکری بود و حالا توضیحتون هم شنیدیم راجع به رابطه و تعامل میان معرفت و نهادهای اجتماعی. یک سوال هم از آقای دکتر سروش بپرسم راجع به نسبت میان خشونت و قرآن و توسعت عقلانیت و عقلانیت. توضیح دادید که ادواریه و به تعبیر من تخت بند زمان و مکان و از عصری به عصر دیگری تغییر میکنه. سوالی که حتما مستلزم ایضاح بیشتر میپرسم طرح میشه این است که آیا این ادوار مختلف به یکدیگر در و پنجره دارند یا ندارند؟ به تعبیر دیگه میشه نقد اخلاقی یا معرفتی فلان دوران رو از بهمان منظر کرد؟ یا ما صرفاً با توضیح این که در فلان دوره این اتفاق افتاده باید اون رو understandable کنیم و بفهمیم؟ حالا چه در باب احکام باز تو گیومه خشن اسلام وقتی که سخن گفته میشه، چه راجع به کیهانشناسی قدما سخن گفته میشه یا فلان مسئله. راجع به قصه خشونت و پاری از احکامی هم که نام بردید مثل ارتداد یا همون که آقای بازیان یاد کرده به سپرد کردن از بالای بلندی و فلان نقطه، پرسش اینه که آیا از منظر اخلاقی با مد نظر قرار دادن پاری اکسیوم ها و اصول جهان شمول هم میشه به این امور پرداخت و اونها رو در ترازوی اخلاق توضیح کرد، یا با تأکید بر عقلانیت و وابسته به سیاق بودن و تبیین مسئله کم و بیش رفع میشه؟ وقت اگر این چنین باشه خب پرسش های بعدی هم پیش میاد، چون به نظر میاد که شما در برخی از آثارتون از موضع دوم حرکت کردید، همون مکاتبه مکتوب به آیت الله معتزلی که اشاره کردید. به هر حال به نظر میاد از یک موضعی، درسته که ناظر به ادبیات هیومن رایتی امروزه، اما تویی که از یک یونیورسالیزیبیلیتی یا به تعبیر دیگری از یک جهان شمول پذیری که میخواد صرفا به عقلانیت بسنده نکنه، بلکه صدق و کذب و نقد فلان حکم و بهمان حکم فقهی رو هم در دستور کار خود قرار بدهم. شکرم. بله، از می شود که ما گذشتگان رو می توانیم بدمان های صدق و کذب البته مورد نقد قرار بدیم،
کنار جایی که بحث‌های خبری هست، یعنی همطور که اشاره شد که هم شناسیشون رو، علم نجومشون رو، علم طبشون رو میتونیم مورد داوری قرار بدیم از موضع امروز و بگیم مثلا فلان تشخیصی که در مورد فلان بیماری داشتن یا فلان داروی که میدادن اینا صحیح نبوده و صحیحش آن است که به مثلا امروز ما به دست آوردیم و بر این قرار کثیری از علوم تجربی گذشتگان در حقیقت به بارگانی تاریخ می‌پیوندد و علوم امروزی به جای آنها می‌نشینند. البته قصه به همین سادگی هم که من درس کردم نیست، برای اینکه در بحث علم می‌دانید که آرای آمده است که در حقیقت حتی همین علوم طبیعی تجربی رو هم وابسته به ادوار و وابسته به پارادایم‌ها کرده است. ولی من با اونها خیلی بسر مهر نیستم و گمان میکنم که دست کم به آدم تصدیق و تکذیب خبرها و ریپورتها و گزارش‌های علمی ما میتوانیم به یه دستگیره‌های قوی آویزان بشیم و در مورد گذشتگان داوری کنیم. اما وقتی که نوبت به مسائل اخلاقی و اعتباری میرسه، ماجرا به غایت صعب میشه. یعنی ممکن است که ما خطای اخلاقی کسی رو در گذشته تشخیص بدیم، اما به احتمال قریب به یقین ما داوری اخلاقی در باب اینکه چه کسی کار رذیلانه‌ای کرده است یا چه کسی کار حمیدی و نیکوی انجام داده است نمیتونیم بکنیم. کار خیلی سخته. از علوم آغاز کنیم. خب ما امروز فرض کنیم که بنا رو بر این بگذاریم که بسیاری از پرکتیس‌هایی که طبیبان در گذشته می‌کردن اینها نادرست بوده، مبتنی بر تئوری‌های نادرستی بوده و حتی عملشون هم گاهی به نفع بیمار نبوده و موجب زیان بیشتر بیمار می‌شد. ما نمی‌تونیم بگیم طبیبان گذشته آدم کش بودن، کارهای بدی می‌کردن، به بیماران صدمه می‌زدن، خسارت می‌رساندن، ولی نیست که این حکم درست نیست. اونها در محدوده دانششون عمل میکردن و حتی مستحق تحسین و ستایشن به جای ملامت و سرزنش. حالا بیایم سراغ کارهایی که جبهه علمی محض هم نداره. بردهداران رو ما در گذشته چگونه میخوایم مورد داوری قرار بدیم؟ امروزه برای ما، برای همه عقلای قوم در دوران معاصر، بردهداری یک عمل بسیار زشتی است، محکوم کردنی است، قبیح است و کسی در قبهش چون و چرا نداره. آیا ما میتونیم بگیم کسانی که در گذشته بردگیری میکردن اینا آدم های تباهکاری بودن و محکومن به اینکه، یعنی مستوجب ملامتن و مستوجب تقبیحن، یا اینکه نه، ما امروز از دیدگاه امروز عملشون رو بد میدانیم اما خود اون افرادی رو که بردگیری میکردن و در محدوده اخلاق بردهداری اون روز عمل میکردن رو مستوجب تقبیح و سرزنش نمیشه مانید؟ من رایم این رو نیست. یعنی من معتقدم که این رو ما در مورد خودمون هم اگر جاری بکنیم، آنگاه متوجه میشیم که غیر از این نمیتونیم. اما داوری اصلی آنچه بر نفس پیش نفسندی نیست، بر نفس دیگری مفصل. ما امروز آدم های خیلی خوبی هستیم اگر بر وفق مقرراتی که امروز نیکو میشماریم عمل کنیم. اما ای بسا که یک قرن بعد از ما، پنج قرن بعد از ما، بسیاری از کارهای امروز ما رو تخطئه کنن. حق با اوناست، حقشونی که کار ما رو تخطئه کنن و بگن اینا اشتباه میکردن، اینا کارهای خوبی نبود که اینا میکردن. اما نمیتونن بگن اینا آدمای خوبی نبودن. چرا؟ چونه؟ ما اونی رو که میفهمیم و فکر میکنیم خوبه و عقل زمانه میگوید خوبه، خوب داریم عمل میکنیم. حالا اگر کسی پنج قرن بعد اومد اشکالی در کار ما دید، حق داره اون عمل رو تخطئه کنه، ولی عامل رو و فاعل رو نمیتواند. ما رو باید با دیتای خودمون مورد داوری قرار بدیم. مثلا این یک قصه خیلی مهم است. من دیدم امروز نشستم یه دی رو مورد قضاوت قرار میدن تو انقلاب شما چرا اون کار کردید. اون یک، اینا تمام داوری های غیر تاریخی است و این جور محکوم کردن ها و تحسین و تقبیح ها همش به نظر من بیرون از
رویه علمی رو. به همین سبب من میخوام عرض کنم که ما نسبت به عمل گذشتگان، عمل اینجا خیلی مهمه، میتونیم داوری اخلاقی بکنیم احیانا و تخطئه کنیم یا تحسین کنیم، اما نسبت به عاملانشون به زحمت میتوانیم، مگر اینکه اون عاملان در محدوده همون دیتای زمانه خودشون و حسن و قبل زمانه خودشون فراتر رفته باشن و پاشون از گریمشون دراستر کرده باشن و در به حکم عقلانیت زمانه خودشون محکوم باشن، این درسته. اما اینکه من بیام تئوری‌های عدالت امروز رو بر گذشته تطبیق بکنم و بگم فلانی عادل نبود و کارهاش ظالمانه بود و لذا لعنت بر او، اینا دیگه به گمان من فراتر رفتن از روش‌شناسی علمی است و خلاف مروت و مدارس. اصل سخن من اینه. البته میدانید به هر حال من در عالم اخلاق تا حدود زیادی نسبی‌گرا هستم، یعنی اساساً اینکه ما ارزش‌های خیلی ثابت یونیورسالی هم داشته باشیم من تردید دارم. بعد یک ترم‌ها یا بگم مفاهیم خیلی عامی داریم، مثل اینکه خیانت بد است، امانت‌داری خوب است، عرض می‌شود که عدالت خوب است، ظلم بد است، ولی اینا و اینا یونیورسال، ولی اینا اینقدر کلیان، اینقدر انتزاعیان که وقتی میخواید تعیین مصداق برای اینها بکنید به ورطه نسبیت میفتید و ناچارید که از حکم عقلانیت زمانه پیروی کنید. بسیار. اگر فکر بکنم من حالا پاره مراجعات دیگه هم هست، ولی که باب رو بگوشاییم اگر بردن این باست کنم با عرض تشبیرید باید سخت بکشید، اینه بهتره که من هم راحت‌تر باشم. خواهش می‌کنم سوالات رو مختصر بفرمایید و اگر سوالتون معطوف به یکی از سخنرانان نام ببرید که معطوف به کیست، اگر من که همه پنلیست ها اگر سلام بگونم پاسخ بفرمایید. با سلام تشکر از عزیزان حاضر و سخنران. سوالم به طور مشخص از حضور دکتر قاضیان هست. شما در اول صحبتتون فرمودین که خشونتی ازش صحبت میشه مسئله ایه که مربوط به اسلامه، همونطور که فلسفه اسلامی رو مربوط به اسلام میدونیم یا معماریش رو مربوط به اسلام میدونیم، این هم منتسب به اسلامیه و نباید این رو امر خارجی در حقیقت و منشأش رو از اسلام دونستیم. من خیلی روی این مسئله به شرطی که میدم قانع نشدم و خوشحال میشم اگر توضیحات بیشتری داشته باشم در این زمینه. در مورد اگر روی عوامل و انگیزش هایی که باعث یه عمل خشن، حالا چه در نوع خشونت اول چه در نوع خشونت دوم میشه، تمرکز کنیم. مثلا این رو در نظر بگیریم که پدر سنتی که میاد اعمال خشونت میکنه روی فرزند خودش در مورد نحوه پوششش در قالب یه حکم مذهبی و حالا بهانش هم اینو چیز میکنه، اعلام میکنه که آره مثلا من میخوام از دین محافظت کنم یا انگیزه های مذهبی برای خودش در راستا باید میکنه. باز از روانشناسی اگر بیام این عمل رو مورد بررسی قرار بدیم، یه چیزی باید تیپ رو به رو هستیم از عواملی که باعث این عمل شدن، از تربیتی که اون پدر داشته تا حتی آب و هوایی که توش بزرگ شده، تمام اینا میتونن عامل باشن روی این اکشنی که حالا داره به صورت مذهبی، به صورت یک حکم مذهبی پراجکت میکنه. در حقیقت حالا ممکنه که اون حرف نهایی و محصول نهایی رو در قالب یه دستور مذهبی اون خشونت رو اعمال میکنه، اما تمام این تیف پشت سر این عمل هست. یا در خشونت نوع دوم اگر حاکم یه جامعه به ظاهر مذهبی میاد حکمی رو میده، حکم خشنی رو میده و انگیزه هاش رو انگیزه مذهبی بیان میکنه، خب میدونیم که هزار و یک عاملی هست، مثل اینی که میخواد ایجاد ترس و رعب کنه بین مردمان اون جامعه که همشون به مذهب معتقدن، میخواد عمل خودش رو توجیه کنه، میخواد قدرت طلبی کنه و چه و چه، که حالا داره میاد هرچند که داره این کار رو در یک قالب مذهبی برای این
این مجموعه انتخاب کنه برای بروز دادن و پراجکت کردن این مجموعه قالب مذهبی انتخاب کنه و خودش هم انگیزه‌هاشو مذهبی بیان میکنه، اما شاید به این دلیل که میخواد توجیه کنه این حرکت رو بین مردمی که به مذهب قائل هستن. مثال کوتاهی که میخوام در این زمینه بزنم از عالم امروز ما، توی عالم امروز ما در مورد خانوم ها حقوق برابر مطرح میشه و صحبت از برابری و به اصطلاح پایمال نکردن حقوق زن هست. از این رو ما میایم میبینیم که با عوامل نوظهوری مثل خشونت خانگی علیه مردان روبرو میشیم. خب بروز همچین چیزی آیا میتونیم بگیم که پس قوانینی که برای رعایت حقوق زنان ساطع شده قوانین خشنی بوده که حالا همچین قرائتی ازش شده که مثلا خشونت خانگی علیه مردان اومده؟ ممنونم. خیلی متشکرم، سوال بسیار به جای بود و من با شما موافق هستم که اگر ما قرار بود خشونت رو بررسی بکنیم به طور کلی من خیلی متشکرم از سوال بسیار به جای بود و با شما موافق هستم که اگر قرار بود ما خشونت رو بررسی بکنیم، مثلا خشونتی که مثال آوردید، خشونتی پدر علیه فرزندش، ما باید به عوامل متعددی اشاره میکردیم که ممکن بود اسلام بخشی از اون باشه. اما توجه بکنید که من دارم در باره خشونت اسلامی حرف میزنم، نه در هر خشونت. و توضیح دادم که خشونت اسلامی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به نام اسلام صورت میگیره. یعنی من مسلسل میگیرم میبندم به یه دیگه کاریکاتور کشیدم، میگم زنده باد محمد، انتقامتون رو گرفتم فلان، یعنی به نام اسلام دارم این کارو میکنم. یا اینکه تحت تاثیر یا زیر تاثیر آموزه های اسلامی این کارو میکنم، مثلا اینکه فکر کردم اگه بچه رو بزنم تعدیب بشه حقم من باید بزنمش. پس معنای اسلامی رو در اینجا من خیلی مزیق و مشخص عنوان کردم، ضمن اینکه وقتی خواستم اونو تشبیه کنم به فلسفه اسلامی یا معماری اسلامی خواستم بگم که توجه کنید که ما نمیخوایم اینجا تقسیم حسن و قبح کنیم. بنابراین من سخن کمی مانده است که اینجا بیان بکنم. من البته در نسبت به فرمایشات آقای استفادیان فقط یک نکته میخوام اینجا عرض کنم و اون که شما فرمودن که مسئله ما به جا میماند، حتی اگر ما بحث کنیم در باب این که بالاخره سر آمدن این آیات یا احکامی که به ظاهر خشنند در اسلام چیست، ولی به هر حال همه این هم که بگیم و اقناع روانی هم به حاصل بکنیم، بعد فردا دوباره اگر یک کار خلافی بکنیم از منظر حاکمان اونگاه دوباره یا ما رو اعلام میکنن، دستمون میبرن یا به بلاهای دیگه سرمون میارن و لذا مسئله بر جا میمونه. اونجا من سوالم خدمت ایشان این است که آقا تا مسئله چی باشه؟ برای بعضی ها مسئله تئولوژیکه، برای بعضی مسئله ایمانیه، نه اینکه نافی وجوه و ابعاد دیگر مسئله باشه. اینا همه با هم هست. یکیش مسئله این هستش که خب ما بالاخره نمیخوایم چنین احکامی که امروز خشن محسوب میشوند در جامعه ما اونم به اسم اسلام جاری باشه. مسئله ما اینه، نمیخوایم در دنیا جاری باشه و بسی خواسته های دیگر. خب کارهای مختلفی باید بکنیم، اما یکیش هم اینه که ما به منزله مسلمانان، اونها که واقعا اعتقاد دارن، باید قانع بشیم، اقناع روانی و اقناع عقلی پیدا کنیم که اینها برای عمل در این زمان نیامدن. یعنی از این طریق ما از درون دچار تناقض نباشیم که به دیانتی اعتقاد می‌ورزیم و التزام می‌ورزیم که مجبوریم توجیه کنیم، مجبوریم ماسمالی بکنیم یا به تکلیف ما چرا که باید عمل نکنیم. نه، هیچ کدوم اینا نباشه. ما سرفراز باشیم، فرخنده باشیم، یعنی باز هر حال نشاط باشیم و بدانیم که تکلیفمون رو چرا که باید عمل بکنیم. حقیقتش من از دینداران خیلی تعجب میکنم که به ذات قاطع این احکام رو در این زمان به خدا نسبت میدن، میگن حتما خدا فاسقان کارا رو بکنه. همون قدری که میشه گفت به منکران میشه ایراد گرفت، به اونهایی که به نحو جزمی
بیان میکنند که اینها احکام است که برای همین امروز هم آمده و همین امروز هم باید پاش وایساد و اجرا کرد، اونا هم میشه ایراد گرفت که این جزم، این اطمینان، این یقین از کجا آمده و حتی با موازین و مراکای دینی و درون دینی. علایان میخوام بگم مسئله زوابعاده و هر جنبش هم اهمیت خودش رو داره و به همش هم باید پرداخت. قانع کردن دینداران به اینکه تکلیفشون در زمان حاضر چیست و آموزش دادن به اونها به گمان من از اهمیت بالایی برخورداره. اما برم سراغ مثلا ببینید اولین سوالی که اینجا دوست محترم رو مطرح کردن همین بود که من پرسیدم که خب ما در قرآن لا اکراه فی الدین داریم ولی آیات دیگه هم داریم که علی الظاهر با این منافات داره، سوال درون دینی است و یا علما گویا که اعتنایی ندارن به اینکه لا اکراه فی الدین، یعنی زور و اجبار در دین و دین ورزی نباید باشند، اینکه بازم حکم ارتداد رو جاری میدارند و معتقدند که باید به اون عمل کرد. ملاحظه کنید این حتی یک سوال کاملا درون دینی است، یک سوال تفسیریه و جورهای مختلفی میشه این رو بیان کرد و توضیح داد و اصلا اینکه حکم ارتداد چگونه وارد اسلام شده و به چه دلیل امروز همچنان پابرجاست یا پابرجا نیست. من عرض کردم ما در بحثی که با مرحوم آیت الله منتظری داشتیم برای ایشون پذیرفتن که این حکم به اون مطلقیتی که بعضی ها فکر میکردن نبوده و نیست و امروز هم همچنان قابل عمل نیست. من گمان میکنم که فقیهان ما در گذشته احساس احتیاج نمی کردن که درباره این آیه و امثال اونا بازندیشی بکنن. من خودم شاهد بودم موارد بسیاری که وقتی این آقایون چالش مورد چالش قرار می گرفتن، چالش می شدن، آرایشون خیلی تفاوت پیدا می کرد. اما تا وقتی که اطرافیانشون هم فکر با اونا هستن و ترس از این دارن که نبادا اگر سخنانی بگوید شبهه و شبهنات محسوب بشود، این که خودشون میگن و خودشون میشنوند و احساس احتیاجی هم نمی کنند به اینکه تغییری در نظراتشون بده. بسیاری از این آیات قرآن تاریخیه، باید در جای خودش ملاحظه و مورد مطالعه قرار بگیره و چنان نیست که به نحو یک حکم مطلقی برای همه زمانها داده شده باشه و همه شما می‌دانید که به هر حال ما با معارف بیرون دینی به سراغ معارف درون دینی می‌ریم و به همین سبب تفسیر ما و تعبیر ما از اینها می‌تواند تفاوت بسیار پیدا بکنه. کسانی بودن در گذشته معتقد بودن آیه لا اکراه فی الدین منسوخ شده است. خب اگر شما این عقیده رو داشته باشید یک جوری داوری می‌کنید، اما اگر بگید نه منسوخ نشده و برای همیشه است، وقت در اون صورت البته رأی دیگری رو در پیش خواهید گرفت، میگه هیچ وقت این نسخ نشده، برقرار است، ثابت است، پابرجاست و هیچ وقت کسی رو نمیتوان به دیانتی اجبار کرد. بگم آن من ما شواهد زیادی میتونیم همین درون دینی اقامه بکنیم برای اینکه آدمی مختار است، هم در پذیرفتن دین و هم در زیرون رفتن از دین و اینکه چرا گاهی با بیدینان سختگیری هایی صورت می گرفته، پدر سیاسی داشته بیشتر اینها و بعدم اعتقاد پیدا شده است که برای همیشه این حکم باید سر جای خودش باشه. من تصورم این است که با مراجعه به آیات دیگر قرآن، اون جاهایی که آدمی رو مختار می شمارد، اون جاهایی که آدمی رو صاحب کرامت می شمارد و مواردی که یادآوری میکند، میگه چرا یه عده‌ای به حرفای پیغمبر گوش نمیدن، میگن ما از سنت‌های پدرانمون پیروی میکنیم در حالی که سنت پدران شاید خطا باشه. وقتی که یک چنین خطاب‌هایی با مردم صورت میگیره، خب این علامت این است که هر کسی میتواند خودش رو موضوع و مخاطب این سوالات قرار بده و لازم نباشه که من از پدران خودش پیروی. اما به قدر اینها متروک شد و اونقدر خلاف اینها بدیهی پنداشته شد که دیگه کسی به طرف اینها نرفت و اون تا امروز خوشبختانه ما مجالی داریم که در اینها بازندشی بکنیم و
و تکلیف خودمون رو روشن کنیم. ببینید ما از پیامبر نخست پیامبر که در قرآن آمده است، یعنی نور، جمله داریم که در قرآن آمده به خاطبانش این گفت نوریزه مکرمو ها و انتون رها کارمون، چیزی که شما دوست ندارید من بیا به شما تحمیل کنم، همین دین خودشون. صحبت از کراهت بود و اکراه تا آخرین پیامبر که پیامبر اسلام باشید گفت لا اکراه فی الدین قد تبین، در دین اکراه رو اجبار میکنه. شما نگاه بکنید این حرفیست که هر دو نفر از صدر تا ذیل سخن رو گفتن. ما بیایم این رو به خاطر یک بار به دوتا حکم فقهی تعطیل بکنیم، یک چنین اصل خیلی درخشانی رو به گمان من جفا کردن است و اونهایی که به درستی گوش ندادن به این پیام انسانی اونها رو باید ما متهم کنیم و ازشون بپرسیم که چرا چنین قفلت بزرگی رو انجام دادن. سوال بعدی که اینجا مطرح شد این که چرا امروز ما در جهان اسلام اندیشمند بزرگی نداریم؟ جهان اسلام به کجا خواهد رفت؟ نه چرا نداریم؟ بالاخره افراد جهد و جهاد خودشون رو میکنن. اونجا جهان اسلام خب حالا یک جهانی است که تحت شعاع جهان غرب و بعد هم نظامات و حکومت‌های استبدادی در اونجا حاکمه. اغلب این کسانی که میخوان اندیشه های نوینی رو بپراکنن خب مورد جفا و ستم قرار میگیرن، صداشون به جایی نمیرسه. ولی حالا اگر تاریخ اندیش باشه، یعنی بلند مدت فکر بکنه، اینا بالاخره صداشون به جای خواهد رسید و خاموش نخواهد شد. اما مثل یه آبیست که وقتی روان میشه دیر آثارش ظاهر میشه و آدم دیر میبینه که این زمین سبز شده و گیاهی در اون رویده است. برحال کسانی که یعنی در اینجا باید ما دیگران رو مخاطب قرار بدیم که اگر حقانیتی در این سخن، در این پیام‌ها، در این گفتارها بیاورن بعد دنبالش رو بگیرن، باید سعی کنن که اینها رو بپراکنن و تأثیرش رو در جامعه بیشتر کنن تا اینکه در آینده نسل‌های بعدی ما از اینها بهره ببرن. شما ملاحظه بکنید یعنی الان آقای قاضیان هم اشاره کردن ما به هر حال روشنفکری نداریم، نمی‌تونیم داشته باشیم که درگیر با مسئله دین نباشیم. اینایی که روشون رو اون برمی‌کنن و بی‌اعتنایی می‌کنن واقعا صورت مسئله چنان که باید براشون طرح نشده و از اهمیت موضوع با خبر نیستن. حداقل برای جوامع ما این اتفاق باید بیفته و همگان باید یه مشارکتی بکنیم تا اینکه صدامون بلند شه و به همه جا برسه. ولی خب بله تا وقتی که طرف مقابل زورمنده این سرنوشت میشه مثل سرنوشت مذهب زید که بیچاره مجموع شدن من بکتش بر بیرون و دیگرانی که جفاهای مشابهی بر اونها رفت. جهان اسلام بگم آنه من به جای بدی نخواهد رفت، گرچه رفته رفت ما رو اهل پیشبینی و پیشگویی نیستیم و نمیتونیم باشیم، ولی بیداری که در جهان اسلام پیدا شده به نسبت 100 سال پیش خیلی خیلی این عوض کرده فضا رو و لذا میتوان امیدوار بود که بیش از این هم عوض بشه. ببینید من از یک اشتباه کسانی رو که این اشتباه رو میکنن بیرون بیارم. روشنفکران دینی و ریفورمیست ها به دنبال مدرن کردن دین نیستن. این یک اشتباهی است که در خیلی سخنان دیده میشه و حتی به چشم میخورد. اینجا هم احیانا در لابلای سوالات بود. ببینید بذارید من خیلی خلاصه براتون میدم. ما یعنی مثلا شخص این حقیق ما به دنبال برقرار کردن یک دیالوگ بین دین و مدرنیته هستیم، نه اینکه یکی رو تابع دیگری بکنیم. اصلا اینطور نیست. ببینید این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. یه عده‌ای معتقدن که دوران دین گذشته، اگر بخواد دین زنده بمونه باید از بدن مدرنیته به او تزریق کرد، خون تزریق بکنید، تنفس مصنوعی بدید، چه کار بکنید تا این سر پا بیفته و لذا توانش رو و جانش رو و فربهیش رو باید از داروی از داروخانه مدرنیته بگیره. خب این حرف رایج و شایع است. من یادم در یه مصاحبه‌ای که با یک کسی داشتیم به من میگه خوشون رو به خورد دینداران بدیم. من گفتم نه اینطوری نیست، این اصلا خطا فهمیدن اصل مسئله و پروسه و پروژه است که ما در اون درگیریم. درسته که سخنان نیکویی در جهان حاضر جاییست، سخنانی که هم بعدش قابل پذیرشه و بعدش قابل نقده، ولی کسی مثل بنده فعلا ما دوران دین رو گذشته نمیداریم و دلیلی ندارد که ما این مرده بیجانی رو بیان دوباره روح مصنوعی در اون بدمیم.
که این زنده بشه، که هرگز هم زنده نخواهد شد، همچی چیزی نیست. این اشتباه است، این با یه پیشفرضی داره که اون پیشفرض غلطه و اون که قائل به همون رشد و پروگرس به اصطلاح تاریخی است که یه معتقد بودن که یه ادواری هست و بعد هم که یه دوره یه چیزی میمیرد و چیزی دیگه به جاش مینشیند و الی آخر. نه، به نظر من دین یه موجود زنده است. اتفاقا زنده بودنش هم خیلی امروز آشکارتر از پیش شده. امروز نباید گفت که یه مرده است یا بهش لگد بزنیم یا به اون ترحم کنیم، مثلا مصنوعاً رو روی صندلی بنشانیم. اینطور نیست، دوران دیالوگ بین این دوتاست. به نظر من این حرف رو بهتر از هر هابرماس فهمید. وقتی که گفت یه جامعه پست سکولار ما باید دایر کنیم، این حرفش فوق‌العاده بود. اون نگفت یه جامعه سکولاری که دیندارا حق دارن اونجا بیان بالاخره اظهار لحیه یا اظهار نظری رو بگفت. بین این دوتا باید دیالوگی برقرار باشه و یک به اصطلاح پابلیک اسفیری باشه و غیره. ببینید، دیالوگ بین دین و مدرنیته، دیالوگ بین دوتا آدم، دوتا موجود زنده است، دوتا ارگانیسم داینامیکه. بین دوتا مخزنی است که هر کدوم چیزی در خود دارند و میتونن داد و ستد بکنن. اونطور راه این داد و ستد بسته شده به خاطر بعضی بدفهمی ها، چه بدفهمی های این طرف جامعه مدرن و افرادی که خودشون مدرن باید، چه اون طرف در دین و اینها. در واقع اینجا یکی جامع جهدی، یک سد جهالتی میان داد و ستد این دو مخزن، این دو منبع برقرار که این سد رو باید شکست. و من خواهید دید که وقتی یک جریان تبادلی، مبادله، دیالوگی بین این دوتا برقرار شد، هر دو طرف سود خواهند بود. و اینجوری نیست که لزوماً تماماً از یک سو به طرف دیگه ریزش داشت. نه، از اون سو هم به این طرف میتونه ریزش داشته باشه و این دیالوگ و این سنتزی که برقرار خواهد شد، به گمان من آینده جهان رو خواهد ساخت، آینده جوامع مثل کشور ما رو هم خواهد ساخت. گذشت رو وقتی که تقیزاده گفت ما از نوک پا تا مغز سر باید غرب زده بشویم، باید غربی بشویم، یه وقتی این تصورات میشد. هنوز هم یه عده‌ای همین فکر رو دارن، در تا پا معتقدن که اون چی که ما داشتیم باطله و تو آب جو بریزیم و از نوع ولی من شعر من چی بود؟ ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم تا جامعه عاریت نکنیم از عدوی خویش. غزلیست که یه وقتی اتفاقا چند ماه پیش که اینجا یک سمیناری بود همین غزل بنده خوانده شد که در جستجوی خیش هم در گفتگوی خیش هیچ آرزو نیست به جز آرزوی خیش، اون نیست و این کناره دریا نشستم تا آب رفته باز رسانم به جوی خیش، تا اومد این پایین تر که ناشست روی و رو پشت و مهراب و بی حضور خیز ای فقیه مدرسه نو کن حضوی خیش، اکنون که آبروی شریعت بریختی برگرد سوی خواهد یا آبروی خیش، ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم تا جامعه عاریت نکنیم از عدوی خویش، کهن جامعه خویش آراستن به از جامعه عاریت خواستن. و اینجا در واقع کهن جامعه نیست و جامعه است که هنوز قابل پوشیدن است ولی میتوانیم البته با از دیگران هم کمک بگیریم. اما بیاییم پایین در باید من که اشتباه دیگری رو هم بعضی سوال ها بود دوستان خانم دکتر و آقای تقاضیان توضیح دارم، من دیگه تکرار نمی کنم. باز یک تلاموزی رو یادیم یا سوء فهمی رو من اینجا رفع کنم. ما اصلا اینجا بحث رو نیست که خشونت کنم، خشونت همیشه بده، ولی بحث داری که خشونت چیه و اون رو ما باید تو چارچوبای عقلانی زمان بفهمیم. و الا در هر دوره خشونت در اون دوره وجود داره و در همون دوره هم با مقیاسای همون دوره هم خشونت بده. پیامبر اسلام از سوزوندن نهی کرد، از مسله کردن مردگان نهی کرد، اون رو خشونت مینامیدن و میدانستن در اون موقع. یه چیز دارم خشونت نمیدانستن، سربریدن با شمشیرم خشونت نبود، احیانا سنگسارم خشونت نبود، ولی خب و لذا بد نبود. میرسیم به دوست دیگرمون که پاکسازی شدن. من البته نمیدونم ایشون کی پاکسازی کرده و برای چی پاکسازی شدن. بعد پاکسازی هم درست بوده یه میبینم چی نبود که هر پاکسازی تو من بکرد کار بدی بود. حالا من شما چی کار کرده بودید؟ چرا پاکسازی خود کرده بودید؟ نه، حالا اینیست که شما اینجا میگی، ما که نمیدونیم، چون شما گفتید اینجا یه دادگاه، یه دادگاه، آخه برسه چیزا روشن باشید. شما استاد بودم،
من نمیدونم بابا برای چی شما رو پاکسازی کردن، ولی من فقط دارم میگم نه هر پاکسازی کار غلطی بود. مثلا پاکسازی درسته آقای پاکسازی توی دانشگاه جرای استادای بی سوادی بودن کنارشون بودش پاکسازی خیلی خوب بود. عامل پاکسازی هزاران وارد کردید اونا نشید براتون توضیح بدید مورد تعقیب قرار گرفتن قربان حداقل من نمیدونم شما رو چرا پاکسازی کردن من نمیدونم شما چرا ادبیات بودم من استاد دانشکده بودم ادبیات درس میدادم تو فن درسم نبود ولی بعدا رفتم قربان تو فن درسم بیرم من نمیدونم ببینید بعد ایران نمیدونم من الان میگم شما راست میگید نه میگم دروغ نه من آخه شما فقط به خودتون میگید من توجیه میکنم چی رو توجیه میکنم من فردا میخواید جواب هزاران معلم مثل من اینطوری جواب بدید آقا جان من نمیدونم شما چی میگید من که پرونده شما رو نخوندم که این قرار شما یه طرفه دارید حرف میزنید من چه میدونم من که نمیگم شما دروغ میگید من میگم نمیدونم اجازه بدید رو بقیه حرفا بزنم یعنی هر کسی میتونه به نفع خودش صحبت کنه من که کاری به اون ندارم اما بریم سراغ مطلب بعدی حالا من البته تقدیرم اینه که تو هر جلسه بالاخره این سوالا از ما باید بشه اشکالی هم نداره ولی این رو من خدمت شما عرض بکنم من پاسخ اینا رو نوشتم شما نمیدونم اینا رو خوندید یا نخوندید من فیلم شما رو دارم زمان انقلاب فرهنگی کنار آقای جلالی ولی کار نکردم پخش نکردم من که این کار نمیکنم آقا رو بعد از من بپرسید اسلام هست کشور اسلامی انقلاب خاطر ما بخاطر اسلام انقلاب نکردم بخاطر آقای قاضی هم اشاره کرد بخاطر آزادی بخاطر برابری گفتن ما انقلاب نکردیم تا با عقب برگردیم خمینی جلال بازاکیه شرقیه، نه غربیه، جهانیه ببینید آقا، از این شعارتی بخواهید بزید که نقطه بحث کنیم که برادر عزیز بنده با این شعارا که اجازه بدید با این شعارا که نمیتونیم ما یه بحث بکنیم که من میخوام بر شما توضیح بدم که مسئله روشن بشه من میدونم شما درد کشیدید میدونم شما رنج دارید از سخنانتون این درد و رنج آشکاره بنده که نمیخوام که شما رو سرکوب کنم ولی با شعارم که مسئله ما حل نمیشه بعدم همه این مسائل کل کشور و تاریخ بعد از انقلاب هم که تو جلسه حل نمیشه ببینید من فقط میخوام خدمت شما عرض بکنم که شما یه منصفانه و قصد اگه میخواید مسئله رو بدانید من عرض کردم من درباره اینا نوشتم صدها صفحه نوشتم شما اگر مایلید که حقیقت قضیه اقلا از جانب بنده منم بالاخره صاحب علم بودم من که انکار نمیکنم برای اینکه بدونید حرف من چیه خب من اینا نوشتم شما قبل از اینکه اعتراضاتتون رو مطرح کنید خب اونا رو بخونید اگر هم نخوندید من الان دعوتتون میکنم برید بخونید بالاخره منم حرف دارم توی این زمینه ها اینطوری نیستش که تمام حرف ها کنید طرف مقابل باشه من ببینید که من سخن ما چیه بالاخره از دیدگاه من مطلب چی بوده درک من چی بوده اون موقع قضاوت به نظر من قضاوتتون یکمی زود رسید بعدم خب شما در فرمایشاتتون خیلی چیزا گفتید حالا بعدی که کمترین بودم رفتید تا پیغمبر اسلام رفتید تا اونجا و اونجا و دیگر را نمیدونم کدوم اینا را ما اینجا جواب بدید ولی من فقط میخوام به شما عرض بکنم که آره به نام اسلام هم به ماها خیلی ستم کردم بعد خودم میگردم اونا که ستم بشینم ولی خب اینا هم نباید باعث بشه که ما بعض از حقایق را هم انکار بکنیم یا خانش تاریخیمون رو تجدید نکنیم و هم به همون باورهای پیشین باقی بمونه همطور که شما دوست ندارید که مثلا یه مسلمانی با تعصب با جزمیت حرفای خودشو بزنه و به هیچ وجه هم بر نگرده و بگه مرغی پا داره من از شما هم میخواست خواهشو دارم شما هم در بعض از باوراتون تجدید نظر کنید خیلی خوب باشه آزادی بیان هنوز محافظه کاری تو من با شما بزرگ شدم ما با تمام گفتهای شما بودیم من محافظه کاری چه بدی نمیدونم من نسبت به حقیقت محافظه کارم یعنی من حقیقت رو حفظ میکنم این تو ریزش که زمین بذارم به شما هم من دارم توضیح میکنم بازم با هم نزاع نمیکنیم من دارم خدمت شما عرض میکنم شما هم خودی وزی نظری بفرمایید فقط به این ایده های کهن تعصب نجویید و میتونید به چیزای تازهی برسید اینکه گفتید که من توجیه کننده من توضیح میدم مطالب خب برای ما توضیح میدیم از نظر شما ممکنه توجیه باشه از نظر اینکه دیگه چیز دیگری باشه دیگه برای من رأی شماست دیگه من چه کار بکنم ولی اون چیزی من تکلیف خودم میدونم و سعی در انجامش میدم اینه که مسئله رو اونطوری که عقل من اقتضا میکنه و طاقت عقلانی من
به من میگه من اون رو بیان بکنم. من فکر میکنم من در این کار واقعا جانب حقیقت رو نگه میدارم. یعنی وقتی که میخوام یه واقعی رو بفهمم، واقعا بفهمم چرا یه چیزی رخ داده، چرا چیزی دیگری رخ نداده. شما گفتید چه پیامبر اسلام چرا بنده‌داری رو مثلا ملغا نکرد؟ و ببینید من اصلا کاری ندارم پیغمبر این کار کرد یا نکرد، من میخوام بفهمم چرا نکرد. من فکر میکنم وقتی میفهمم این رو که بدانم تمام دنیا نظام سرده شده و پیامبر اسلام یک طرفه این کاری نمیتونست بکنه. این درست شبیه الانه که تمام نظام دنیا تکنولوژیک، یک کشور امروز دیگه نمیتونه با شمشیر بجنگه. اگه میخواد با دنیا بجنگه به فرض باید اونم هواپیما جنگی داشته باشه، مگر اینکه یه روزی کل تکنولوژی از این عالم جمع کنه، همه این چیزا رو جمع کنه، اون وقت در اون صورت البته همه دنیا میتونن عالی از اونجور سلاح‌ها بشن. من اینو میخوام بفهمم. شما اسمش بذارید توجیه، بذارید توضیح، نمیدونم هر چی دلتون میخواد. آدم متو فهم مقدم از توجیه رو، برای اینکه آیا روا بود یا روا نبود. یه جمله شما از مارکس نقل کردی، البته خطا، کمونیست ها میخوان جهان رو تغییر بدن. حالا مارکس البته نگفته کمونیست ها، میدونید شما مارکس گفته اما سخن بر سر تغییر آن است. ایبی نداره، حالا شما بگید کمونیست ها، ما حرفی نداریم. ولی بند موضوع خودم رو میخوام، من نمیخوام جهان رو فقط تفسیر کنم، نمیخوام تغییر بدم. میدونید من میخوام چکار کنم؟ من میخوام جهان رو تعمیر کنم. یه چیزی داریم در کنار تفسیر و در کنار تغییر. تغییر همون کمونیست ها میخواستن بدن، میخواستن بهشت رو این عالم بسازن، ولی از بهشتشون جهنم اومد بیرون. این مال تغییر رو که میخواستن زیر و رو کنن. تفسیرم آره راست میگید شما، مارکس هم درست میگه، هگل میخواستن دونا تفسیر کنن و همین فقط تفسیر کنه. ولی ما توی این دوگانه لازم نیست گیر کنیم، یعنی بگیم یا تفسیر یا تغییر بر اون شیوه کمونیستی یا هگلی. نه، میتونیم یه سومی رو اختیار کنیم که بنده فکر اون سومش که دنیا رو تعمیر کنیم، یعنی بالاخره یه جاهایش رو تغییر بدیم، یه جاهایش رو ریپیر کنیم، یه اندازه کم و زیاد کنیم و رفو کنیم، نه اینکه کل نظام عالم رو به هم بزنیم. ما هم به اندازه که زورمون میرسه این کار رو میکنیم و فکر میکنم هم که بیشتر از این هم ما تو این عالم وظیفه نداشتیم. گفتید که ما ولتر کم داشتیم. خب کم داشتیم، شما بیاید ولتر بشید آقا، چه اشکال داره؟ چرا ایراد به دیگران میگید که ولتر نشدن؟ خب شما داشتید بیاید ولتر بشید. خب دیگه چون خب پس ولتر کم نداریم، یکی شما اولیش شما شما چند داشت داریم. والا ایران که داریم، خب پس چرا میگید ولتر کم داریم؟ اگه داریم که داریم کم نداریم. آه، کم داریم، شما رو بیشتر داریم. ما جلال آل احمد رو گفت که رهبر ما آیت الله خمینیه. شما با قبضادگی ما کنید که اون شروع گفت شرم زدگی هیچ کدومش درست نیست. در با شرم نداریم، تقدر شرم نداریم. آنو دیگه بالاخره این شما رو در میان، ولتر هم پیدا میشه. ولی شما یادتون باشه ولتر این دوران ولتر نمیخواد. این اصلا این اشتباه هست. اما دینداران ولتر نه، ولتر ماله اصلا دوره تاریخی دیگری بود. ولی یکی نداره ولتر هم بخواد ظهور کنه بکنه، ما جلوشو نمیگیریم. از حضورشون که من فکر کنم من سوالات شما، چون همه اینایی که گفته بودید میخواستم اشاره بکنم و توضیح بدم، من توضیح دادم. میرسیم به آخرین سوالی که دوستمون کردن که بحث درون دینی در باب خشونت. ببینید من از بعضی از دوستان خودم شنیدم، از کسانی که اتفاقا درد دین دارن، اینا میگن کتاب قرآن دو صداییه، یک صدای پرخشونت ازش میاد بیرون، یک صدای پررحمت از اون میاد بیرون و ما باید ببینیم که کدوم یکی رو اختیار کنیم. من با قول این عزیزان موافقتی ندارم، به نظر من تک صداییست و این تعارض که به ظاهر به چشم میخوره تعارض واقعا ظاهریه. یک صدا بیشتر وجود نداره در قرآن و در مورد این متن مقدس، من به متنهای دیگه ندارم و اون همون صداییست که وقتی میخورید از اون میشنوید، منتها به شرط اینکه شما عقلانیت زمانه رو منظور کنید. اگر منظور نکنید یه صدا موافق عقل این زمان در میاد از توش، یه صدا موافق عقل اون زمان، آره میشه دو صدایی، میشه صد صدایی. اما اگر
اون تاریخیت رو، اون عقلانیت رو، اون زبانه و اون بدیهیات عصر رو، مجموع اینها رو شما در نظر بگیرید، تک صدایی نمیشه. اتفاقا یک خانش کانسیستنتی شما پیدا خواهید کرد که شما رو به تعارض و به زحمت نمی‌افکند، کما اینکه برای قرنها مفسرین ما به زحمت نیفتادن و مشکلی نداشتن، برای اینکه در همون عصر زندگی می‌کردن و عقلانیت و عصر براشون بدیهی بود، لذا اینا رو همه رو می‌خواندن و دوچارش مشکلی نمی‌شدن، ایرادی هم نمی‌گرفتن، شبهه هم نمی‌شدن. به کتاب تفسیرشون مراجعه کنید، می‌بینید هیچ مسئله‌ای نداره. لذا تک صدایی است، اصلا دو صدایی نیست و به همین دلیل اصلا حاجت به این نیست که من توضیح بدهم که به اصطلاح این آیاتی که به ظاهر حامل خشونتن چرا چنینه. بسیار خوب، اگر احیانا برای یک یا دو پرسش دیگه هم وقت داریم، چون دیگه به انتهای جلسه نزدیک میشه، اگر پرسشی نیست همینجا پست ختام از شما بزن. اگر داریم از هم اشتباه اشتباه باتن اشتباه من اصلا معتوم فهمی که ما الان دو تا برداشت داریم، بود شیمی داریم و بود سانیه به من شما هست. هر دو اینا آدم میکاشن که برم بهش، هر دوشون هم برداشت از یک کتاب. من میگم این دو تا برداشتی که داره صورت میگیره الانم در مقابل همه و همه دارم میکشم که آرزوی که به بهش برسم، آیا برداشت سومی هست که بگه آقا این دو تا برداشت برداشت پایی نیست، این برداشتی میشه از این دید و برآورد کرد و برداشتی داشته و منتظر کرد از این که کمک کنه به بشر، بشر رو جلو بره. یکی هم خواستم خدمت شما بگم، اگه دوران های گذشته یه برداشت از دین بود و برداشت حاکم بود، این خشونتی که الان از دین داره صاحب میشه و جامعه بشری داره ازش ترجیح داره، مخشم که دنیا اسلام اینو تو قبل اینقدرش با شدت و حدت یا نمیدیدیم یا تبلیغات قبل شد. میخواستم به شما مورد کنیم ارزمنده مطمئن. ببخشید من فراموش کردم سوال شما رو مطرح کنم. ببینید اولا بله برداشت سوم وجود داره، برداشتی که در واقع میشه گفت مورخهای ما داشتن که شیخ بزرگی رو دو تا تفسیر از دین میدونستن، دو تا فرقه ای که متخاصمن و باید رو به روی هم بایستن و لزوما یکیشون تمام حق رو داره و دیگری تماما باطل است. چنین چیزی بوده در میان متکلمان و پاره ای از روحانیان که تعدادشون کم هم نبوده، ولی برداشت سومی وجود داشته و امروز هم میشه این برداشت سوم رو به تدریج پخش کرد، گسترده تر کرد. من تفسیر رو واقعا تو روحانیون میدونم، روحانیان تنگ چشم تنگ نظری که به هر حال حق رو تماما به خودشون میدن و حتما تأسف این گرایش خصومت آمیز رو به پیروانشون هم اعتقاد میدن. مردم پیرو و مقلد، خب مقلد رهبران رو روحانی شونن، اگه اونا بسیدار بودن که با دیگران خوش معامله باشن و رفتار سعید داشته باشن، کاری از این نزاها از میان برداشته خواهد شد. ولی خب ما که میدونیم فقط هم قصه شیعه و سنی نیست، ولی مسائل فقط اعتقادی نیست. الان حکومت ها آمدن وسط، سیاست آمده، قدرت آمده، پولای دلارای نفتی اومده، چی آمده، وقتی این شیعه و سنی وسط تبدیل شده به یک بهانه ای برای نزاعی که فعلا در گرفته و بعد درست هم هست که به خاطر رفتن به بهشت هم دیگر میکشن، از زمان صفوی هم این بود، در گذشته هم این بود. به حال نزاع ها رو ما در عالم ادیان داشتیم. البته خوشبختانه با همه این احوال در طول تاریخ اسلام نزاع های بین شیعه و سنی هرگز به حدت و شدت نزاع های پروتستان و کاتولیک ها نرسید، اینجور از یکدیگر کشتار نکردن و این خصومتی که حالا در کلام گاهی بود اما اونجوری خونریزی ها صورت نگرفت، یه مقدار در اصل صفوی بود. امروز به همین دلیل آدم وقتی میبینی شعله فروزان شده باید بفهمه که این چیز دیگر است، کسی دیگه داره علوزی رو دوبینا میکنه و بهره های
دیگری رو میخواد ببرن و همین سبب باید واضح باشیم همه و به سر رو یه جوری بفهمیم و بفهمانیم که مستعد اینجور خصومت ها و نظام ها نموشیم. خب از تشفرمایی دوستان سپاس بگذارم. همچنین از پنلیست های محترم شادا در برنامه های آتی بنیاد سهروردی شما رو ببینیم و سلام میگم.